درود به همه شما عزیزان خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدئوهای صفر تا صد این دیزار امیدوارم که پر انرژی پای این ویدیو نشسته باشین تو این ویدئو میخوام بپردازیم به یک سری از ابزارها تو قسمت سمت چپ پنل ابزارها میرم و میخوام سیزر تول رو بهتون بگم که قیچی چه کار داره و این گزینه های فری ترانسفورم روتیت اسکیل و شیر رو بهتون توضیح بدم که فری یک گزینه خیلی خیلی مهم توی قسمت آبجکت داره اون رو هم در ادامه بهتون میگم خب اولین کاری که میکنم رکتنگل تو رو انتخاب میکنم یه دونه رکتنگل مربع اینجا میکشم و رنگش رو مثلا یه رنگ صورتی میذارم که میتونین حالا استروکش رو هم زیاد بکنیم اینجا من با شکل ساده بهتون آموزش میدم که راحتی یاد بگیری و بعد خودتون میتونید توی حالا آبجکت های مورد نظر خودتون استفاده بکنید خب یه دونه رشتنگه به صورت مربع اینجا کشیدم از توی ابزارها Free ترانسفورم تول که کل میام و رشت ای هست چه کاری انجام میده. روش که کلیک بکنم ببینید شما میتونید سایزش رو کم و زیاد کنید سایز سایزش رو ببرین بالا یا سایزش رو بخواید ببرید سمت راست یا سمت چپ میتونید سایز رو تغییر بدین اما شما میتونید با کلید های روی کیبورد هم تغییرات رو انجام بدین اگر من کنترل رو نگه دارم ببینید سایز فقط از این سمت داره تغییر میکنه اگر آلت رو نگه دارم از دو طرف داره تغییر میکنه می از دو طرف من میتونم این سایز رو تغییر بدم اگر شیفت رو نگه دارم ببینید از اون سمتی که حالا من کشیدم داره بزرگ کوچیک میشه و اگر از سمت چپ بخوام این کار رو کنم ببینید از سمت چپ کوچیک بزرگ میشه از سمت بالا هم به این صورت و از سمت پایین هم به این صورت کوچیک بزرگ میشه اگر شیفت رو نگه داریم اگر گوشه رکتنگل رو بگیریم ببینید از گوشه میتونه کوچیک بزرگ بشه ببینید حالتی میتونیم بهش بدیم این از ترانسفورم گزینه بعدی روتیت تول هست که لیمیان برش آر هست که میچرخونه همجوری که از شکلش مشخصه میچرخونه روی روتیت تول کلیک میکنم به محض اینکه کلیک میکنم اینجا میبینید یه دونه پوینت من اینجا رو زوم کنم میبینید یه دونه حالت دایره اینجا نمایان میشه ما این رو میتونیم جابجاش بکنیم الان مرکز قرار گرفته روتیتو توسط این دایره که هر جا قرار گرفته باشه تغییر میکنه الان مرکز قرار گرفته من به چرخونم رکتنگلمو میبینید داره از مرکز میچرخه هر جور که بخوام بذارمش من یک کنترل زد میزنم و اگر این دایره رو بیام اینجا بذارمش بذارم من انتخابش کنم بذارمش اینجا این گوشه سمت چپ بذارمش به چرخونم میبینید رکشنگیری داره از گوشه همون جایی که دایره گذاشتم میچرخه و یک حالت دایره مانند نارنجی هم دورش تشکیل شده اون قسمت بالا رو میبینی حالت روتیت این بالا هم داره تغییر میکنه حتی شما از اینجا هم میتونی بهش عدد بدی مثلا روی 20 درس، 20 درجه میخواین تغییر کنه یا مثلا میام میذارمش این قسمت پایین از قسمت پایین میتونه به چرخه یا مثلا سمت راست از قسمت سمت راست هم میتونه به چرخه و حتی شما دایره میتونی مثلا یک گوشه دیگه حالا نه مرکز مثلا اینجا از اینجا ما میخوایم بچرخه میبینید به این صورت شما میتونید توی ابزارها روی روتیت تو دابل کلیک کنید از اینجا هم بهش حرکت بدید بذارید من مربع ساده رو بذارمش این شکلی باشه روی روتیل تو دابل کلیک میکنم خودش روی 45 درجه است روی 45 درجه یا مثلا میخواین به سمت منفی باشه منفی روی کیبورد رو میزنیم یه دونه پریویو رو اینجا تیک میزنیم که حالت منفی 45 درجه بشه و اگر تیک پریویو اینجا فعال نیست فعالش کنید که هر کاری انجام میدین ببینید یا مثلا منفی 108 درجه یک کلیک روی پریویو بکنیم میبینین 108 درجه رو برامون میچرخونه اوکی که اوکی میکنه و کنسل هم کنسلش میکنه و اگر بخواین یک کپی ازش بگیرین مثلا من این مربع رو اینجا دارم روی روتیتو تو دابل کلیک میکنم و منفی 60 میخوام درجه باشه اینجا باشه یا میام میذارم شما منفی 45 که حداقل داخل کات قرار بگیری تقریبا اینجا و یه دونه کپی میگیرم ببینید اون قبلی اینجا بود و یه دونه کپی گرفت این بالا قرار گرفت خب حذفش میکنم انتخاب میکنم مربع را میر بر یه بعدی اسکیل تول که میام بروش اس هست روش که کلیک بکنم من این موسم رو میبرم این وسط قرار میدم ببینید جابجاش میکنم اسکیل تول کوچیک و بزرگ میکنه کلن اون شیپ هم رو ببینید اگه از این سمت بیارم از این سمت بیارم این کوچیک بزرگش میکنه حتی قسمت های حالا حالت افقیش رو هم عمودیش از خواهی میکنم کوچیک بزرگش میکنه اگر شما کنترل رو نگه دارین باز کوچیک بزرگش رو انجام میده اگر شیفت رو نگه دارین باز به با همین صورت سرح... اگر کنترل و شیفت رو با هم نگه دارین یک اندازه با هم بزرگ میشه از این سمت چپ هم میتونیم کلا اسکیل ما رو مقیاس هست و ما میتونیم حتی دوباره یه دونه اینجا پوینت قرار داره مثلا میتونیم پوینت رو اینجا قرار بدیم و طبق پوی دیگه اوجا هست ما میتونیم کوچیک بزرگش بکنیم خب میتونیم روی اسکیل هم دابل کلیک بکنیم از اینجا میتونیم اسکیل X و ایگرگ رو تعیین بکنیم میخوایم 50 درصد باشه که روی 50 درصد هست مثلا میخوام روی 20 درصد باشه یک کلیک اینجا بزنم دو تاش 20 درصد میشه اگر که میخواین طول و عرض رکتنگلتون عین هم نباشه و تغییر نکنه باید این قسمتی که حالا زنجیری کشیده اینجا رو روش کریک بکنی که یک حالت خط روش بیاد که زیاد اینو توی آموزش های این دیزاین گفتم و مطمئنا میدونین چیه و مثلا این پایینی رو بر حسب وای میخوام روی 50 درصد باشه که حالت مربع باشه یه دونه کپی ازش میگیرم چون از اونجا حالا انجامش دادیم کپیش اومد روی خود صورتی قرار گرفت ببینید اینجاست اون اصلی است این یکی همونی که کپی گرفتیم خب این یکی رو پاک میکنم کپی رو یک مقدار بزرگترش میکنم بریم برای بعدی گزینه بعدی شیر تول که میان بروش او هست بازم از شکلش مشخصه که اگر روش کلیک بکنم من این وسط رکتنگل رو که بگیرم ببینید به سمت چپ و راست میبینید داره تغییر می‌کنه حالا چقدر اینقدر سری و زشت داره تغییر میکنه به خاطر که این حالا پوینتمون این گوشه سمت چپ قرار گرفته یه کنترل زد میزنم پوینت رو می‌گیرم و میام مرکز میذارمش مرکزش اینجاست خب و اگر میخواین مطمئن بشین که مرکز آلا آره کادرتون کجاست میتونین بیاین از این رولر استفاده کنین کنترل آر رولر رو میتونه پنهان و ظاهر بکنه ببینید الان مرکز نبود من این رو بیام این مرکز قرارش میدم و الان از اینجا میبینید به راحتی جابجا بشه دیگه اون حالت زشت جابجا شدن رو نداره ای از از سمت افقی بود و از سمت عمودی هم شما میتونید جابجا بکنید مثلا من میخوام یه دونه حالت مکعب بسازم خب بذای من این خط رو حس بکنم یکم هم اینو کوچیکترش میکنم خب خوبه من دو تا از این کپی میگیرم یه دونه دیگه هم کپی میگیرم این یکی رو روی شیر تو دابل کلیک میکنم ورتیکالش رو بر حسب سی درجه میکنم و اوکی میکنم این یکی دومی رو دوباره انتخاب میکنم روش دابل کلیک میکنم این بار میخوام منفی سی باشه این شکلی اوکی میکنم و این رو میام میچسبونم به این یکی خب سومی رو انتخاب میکنم روی شیر تو دابل کلیک میکنم سی درجه بر حسب ورتیکال یه دونه اوکی میزنم و خب چون میخوام کفش رو داشته باشیم نیاز به روتیت هم داریم روی روتیت هم دابل کلیک میکنیم و اینجا منفی سی بهش میدیم بذارید من این رو میبرم بالاتر مثلا منفی 60 خب اوکی رو میزنیم و این رو میتونیم اینجا قرار بدیم از این سمت بزرگترش میکنم میبینید یه همچین مکعبی رو میتونیم بسازیم خب دلیت رو میزنم گزینه شیر تورم که بهتون گفتم روی دابل کلیک کردن میتونیم انجامش بدیم دوباره یه دونه رکتنگل دیگه اینجا میکشم این بار رنگش رو سبز میزنم و استروکش رو هم یک مقدار بیشترش میکنم می گزینه سیزر تول سیزر تول که میام روش سی هست قیچیه یعنی میچینه من رو کلیک بکنم یک مقدار زومش کنم ببینید حالت مثبت میشه مثلا من میخوام اینجا رو دیلیت بکنم و بیام روبروش اینجا رو حالا روبرو هم نه چپ و راست کمی اینجا رو هم دیلیت کنم ببینید اینجا شکل آبیه اینو کلا دیلیت که این ور کلا خط آبی جدا شد از این چون دلیتش کرده دیگه اگر وی روی کیبورد رو به الان جدا شده این انتخاب شده است دوباره میتونید سیزر رو انتخاب کنیم مثلا این قسمت رو نمیخوایم یا مثلا این قسمت رو نمیخوام یا برای این یکی هم به این شکل میتونید از قیچی استفاده کنیم الان منظومش میکنم این رو جدا کرد خب جداش کرد استروکش هم حالا خیلی زیاد سروش رو کم میکنم الان ببینید انتها و ابتدای این مثلث جدا شده اگر شما دوباره بخواید این رو با هم وصل کنید میتونین از پن استفاده کنید که پن رو هم آموزشش رو قبلا گذاشتم لینکش رو بالا میذارم پن تور رو انتخاب میکنم ابتدای اول باید انتخاب شده باشه پن رو انتخاب میکنم ابتدای اون مثلث رو انتخاب میکنم و با انتها وستش میکنم یعنی الان کامل دیگه این بسته شد اطرافش میتونی برای ادیتش هم از پن استفاده کنیم همه رو هم انتخاب میکنم دیلیت رو میزنم اینم از سیزر خب چیزی که خیلی مهمه میخوام بگم در رابطه با ترانسفورم هست من دوباره میام یه دونه رکتنگل میکشم به رنگ همون سبز باشه یک مقدارم بهش میدم تو این قسمت بالا تو قسمت آبجکت ترانسفورم هایی که ما اینجا انجام دادیم روتیت اسکل شیر توی آبجکت هم قرار داره ببینید روی آبجکتی کلیک بکنم ترانسفورم رو برم قسمت موو اسکل روتیت اینجا هم وجود داره روی موو اگه کلیک بکنم اون پنجره موو باز میشه و شما میتونین تنظیمات هوریزونتال ورتیکال عمودی افقی و از دیستنس و فاصله و حتی انگل رو اینجا تغییر بدین تنظیمات رو اینجا داریم که اگر من روی موو اینجا توی ابزارها سلکشن تول که وی موو هست اگر دابل کلیک کنم باز همین رو به میده مثلا هوریزونتال الان ورتیکال روی سیه هوریزونتال رو میخوام بزنم روی سی ورتیکال رو میخوام روی صفر مثلا خب حتما بیو فعال باشه دیستانس فاصله بهش میدم یا مثلا انگلش رو مثلا میدم روی 45 درجه میخوام تغییر بکنه خب 45 درجه میتونیم تغییرش بدیم که کجا 45 درجه قرار میگیره و کپی رو که بزنم می اینجا دقیقا قرار میگیره دیلیت رو میزنم دوباره میرم تو قسمت آبجکت و گزینه اسکیل رو همون دقیقا همون اسکیل هایی که اینجا بهتون گفتم و گزینه های بعدی هم به همین صورت گزینه بعدی روتیت یعنی 90 درجه برای شما میچرخونه یا 180 درجه میچرخونه حالا الان من چون چیزه مربعه اینجا شاید نشون نده حالت مستطیلش میکنم میام تو این قسمت روتیت 90 درجه میچرخونتش و اگر کنترل زد بزنم و دوباره بیام روتیت بعدی رو بزن از اون ور میچرخونه خب حالا یه شکل خاص باشه بهتر متوجه بشید یا 180 درجه برعکس میچرخونتش اون ور این دوتا رو با هم جابجا جا میکنه مثلا بذاری من یه گرادینت بهش بدم که شما متوجه بشین حالا میتونیم گرادینت اون رو اینو انتخاب کردم و بیایم اینجا خب یه رنگ قرمز نارنجی روی بعدی کلیک میکنیم روی بعدی هم مثلا میام یه رنگ سبز بهش میدم خب یه همچین چیزی به عنوان مثال اگر من میام تو قسمت آبجکت و ترانسفورم 90 درجه 180 درجه رو بزنم باید قرمز بیاد پایین سبز بره بالا میبینی قرمز اومد پایین سبز رفت بالا یا مثلا برم تو قسمت آبجکت و 90 درجه رو به چرخونم ببینید یه همچین حالتی میشه این از این موضوع میرم تو قسمت آبجکت گزینه ترانسفار فیلیپ هوریزونتال و فیلیپ ورتیکال داریم روی فیلیپ هوریزونتال از سمت عمودی میچرخه ببینید این برگردون رنگ رو دوباره برگردون یعنی رنگ سبز این سمت چپ بود و قرمه سمت راست رو برگردون دوباره من برم تو این قسمت و ورتیکال رو بزنم ورتیکال بر یعنی حالت افقیش رو میچرخونه اینا رو باید حتما خودتون تمرین میکنیم و صد درصد اینا موقع که پروژه کار میشه اینا حتما استفاده میشه کلیر ترانسفورمیشن هم اگر روش کلیک کنید ترانسفورمی که ایجاد کرده باشیم برمیگرد به حالت قبل به عنوان مثال من روی اسکیل کلیک کرده باشم و اوکی okay رو زده باشم بیام تو این قسمت و کلیر رو بزنم ترانسفورم میکنه خب این یکی رو دلیت میزنم میام تو قسمت ترانسفورم ترانسفورم رو گفتم گزینه بعدی ترانسفورم اگین هست اینم خیلی خیلی مهمه و خیلی راحت و موقعی که شما میخواین یه سری از آبجکت هاتون رو تکرار بکنید و ریپیت بکنید میتونید از این گزینه استفاده کنید من میام توی این ابزارها یه دونه رکتنگل به این شکل اینجا میکشم رنگش رو رنگ آبی میدم حالا یک استروک بهش میدم خب اینجا قرارش میدم میام تو قسمت آبجکت حالا میتونیم از آبجکت ها هم استفاده بکنیم دیگه آموزش دادم ترانسفورم و موو رو میتونیم انتخاب بکنیم خب موو هم روی هوریزونتال ورتیکال من 21 21 صفرش میکنم فعلا که دیدی خیلی دیدی عددا دیدین درشته همه رو صفر کنیم ببینیم داریم چیکار میکنیم و بعد دوباره عدد بدیم من همه رو صفر کردم الان این همین رکتنگلی که ما اینجا کشیدیم میخوام قسمت هوریزونتالش بشه 50 میل خب دیدین اومد این ورتر و دیستنسش هم خودش به صورت پیشفرز رفت روی پنجاه میل قرار گرفت کاری به انگلش ندارم یه دونه کپی ازش میگرم میبینید با همون فاصله اینجا بهم به داد حالا میرم تو قسمت آبجکت ترانسفورم again این چهارتا تا transform again چیه که کلمیان برشونم control alt 4 چهار هست خب ترانسفورم اگین اولی رو من اگر کلیک بکنم یه دونه کپی عین همون که ایجاد بهم داد اینجا ایجاد میکنه دوباره برم تو قسمت آبجکت و ترانسفورم اگین و دوباره ترانسفورم اگین رو بزنم دوباره بهم یه دونه ایجاد میکنه گفته بودم که ببینید کلید میان برش کنترل آلتو چهار هست ما میتونیم جایی که قرار گرفتیم کنترل آلتو چهار روی کیبورد رو بزنیم زمین یه دونه دیگه میده اگر که چهار روی کیبورد سمت راستتون کار نکرد چهار بالای کیبورد استفاده بکنید که کار بکنه خب این از این قسمت حالا همه رو با هم انتخاب میکنم میخوام یه کپی این پایین هم بگیرم شما میتونی آلت و یه دونه کپی بگیریم پایین ولی مطمئن نیستی که فاصله بین هر کدوم از اینا مثلا یه دونه دیگه بذارین فاصله بین هر کدوم از اینا درست هست یا نه پس این را خیلی میتونه توی تنظیم فاصله کمک بکنه همه رو با هم انتخاب میکنم دوباره روی موف کلیک میکنم این بار هوریزونتال رو صفر میدم ورتیکال رو پنجاه میدم و دوباره این پنجاه پایین دیستنس هم خودش قرار میگیره حالا اینجا یه دونه کپی ازش میگیرم این یه دونه کپی داد دوباره گفتم کنترل آلتو چهار رو که بزنم دوباره این پایین هم به کپی داد خب گزینه های بعدی ترانسفور ای این ستا چی کار میکنه؟ من میام یه دونه از این رکتنگل ها رو انتخاب میکنم تغییرش میدم مثلا میام توی ابزارها روتنشن رو روش دابل کلیک میکنم منفی 60 درجه خب خوبه اوکی رو میزنم دوباره میام روی اسکیل دابل کلیک میکنم میخوام اسکیل رو تغییر بدم 20 به 50 من روی صفر قرار میدم خب و میخوام سایزش اسکیل رو کوچیکتر بکنم یعنی اسکیل رو بذارم روی پنجا رو اگر باشه میذارمش روی چهل گزینه بعدی رو هم میذارم روی چهل یه موقع اختار میده اینقدر کوچولو میشه تو خب چهل بذارین چهل و پنجش کنم زیاد دیگه نمیخوام کوچیک بشه یه چهل و پنج خوبه خب این رو اوکی میکنم ببینید سایزش کوچیک شد و روتیت شد میخوام بقیه مربعهایی که اینجا داریم هم شکل همون بشه پس همه رو با هم انتخاب میکنم شیفت و نگه میدارم و این دوتا رو هم انتخاب میکنم همه با هم انتخاب شده است میرم تو قسمت آبجکت ترانسفور اگین این بار ترانسفور اگی رو میزنم اگر ترانسفور اگین خالی رو روش کلیک بکنم همه رو با هم کوچولو جمع میکنه و وسط کادر میذاره دیدین همون و فقط سایزش رو تغییر داد روتیتش رو انجام نداد اسکیلش رو انجام داد یه کنترل زد میزنم دوباره میام تو این قسمت این بار ترانسفور اگین دیویژوالی رو روش کلیک میکنم اینم اومد مرتب با فاصله که ما بهش دادیم فقط اسکیل رو تغییر داد یعنی کوچیکش کرد یه کنترل Z میزنم دوباره میرم تو قسمت آبجکت Transform گیم گزینه بعدی Transform Sequence Again این یکی میاد میچرخونتش و وسط قرارش میده برعکس این بالا یعنی بالایی همین سایز یعنی این سایزش رو کوچیک کرد به وسط گذاش. و وسط گذاشت این یکی می میچرخونتش و وسط میذاره همون روتیتی که انجام دادیم کنترل Z رو میزنم میرم تو قسمت آبجکت و گزینه آخر گزینه آخر نمیشه ترانسفورم سیکونس ای که یعنی کار این دوتا رو انجام میده همه رو با هم هم سایزش رو کوچیک میکنه مثل اولیه هم میچرخوندش روش که کلیک بکنم میبینین هم سایزش رو کوچیک کرد طبق اولی که ما انجام دادیم و هم فاصله رو رعایت کرد و روتیت انجام داد بهش ولی این گزینه ترانسفر ای گیم خیلی کاربردی و میتونه بهتون کمک میکنه. اینم از گزینه های ترانسفورم ها و ابزارهای روتیت و اسکیل و شیر حتما تمرین بکنید و اگر سوالی هم در رابطه با این ویدیو دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که پاسخگو هستم